وضعیت در بدخشان دگرگون شد. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. وضعیت در بدخشان دگرگون شد. در بدخشان اوضاع کاملا از کنترل طالبان خارج شده است. فرماندهان زیادی که در صف طالبان بوده اند اکنون تغییر جهت داده اند و در مقابل طالب می جنگند. این وضعیت سبب رقابت شدید میان جریان‌های مختلف شده است. شورای مقاومت از استانبول تلاش دارد تا این نیروهای جدا شده از طالب را به طرف خود جذب کند. از طرف دیگر صلاح الدین ربانی به خاطر اینکه حضور خود را ثابت کند تلاش دارد تا این فرماندهان را با افرادشان در حلقه خود جمع کند. اما احتمال اینکه این افراد با صلاح الدین ربانی یک جا شوند خیلی کم است، زیرا اکثر این فرماندهان با خاطر مخالفت هایی که با خانواده استاد ربانی داشته اند در صف طالبان قرار گرفته بودند. در این میان جبهه مقاومت چانس خوب و دست خیلی باز در میان این نیروهای جدا شده از طالب دارد. در جریان چند روز گذشته فرماندهان زیادی از این جمعه جدا شده از طالبان خود با جبهه مقاومت ملی تماس گرفته اند و خواستار پیوستن و همکاری با جبهه مقاومت شده اند. باید گفت که بدون این نیروها هم جبهه مقاومت در چند ماه گذشته در بدخشان گسترش خیلی گسترده داشته و با پیوستن این نیروها صف مقاومت در بدخشان به مراتب قوی خواهد شد و این موضوع از همین حالا به یک تشویش بزرگ برای طالبان تبدیل شده است. طالب به خاطر اینکه از پیوستن این فرماندهان و جبهه مقاومت ملی جلوگیری کنند و دوباره اوضاع را در کنترل خود درآورند، برای آن فرماندهان وعده های بسیار چرب داده اند، ولی تا کنون هر پیشنهاد از طرف طالب توسط این فرماندهان رد شده است و به همین دلیل است که فعلا طالبان نیروهای بیشتر به بدخشان فرستاده اند. طبق معلومات من طالبان از نیروهایشان در پنجشیر نیز کم کرده و از طریق پریان به کرون منجان و دیگر نقاط بدخشان فرستاده شده اند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید.